آقازاد، امروز 8 مارس روز جهانی زن، ضمن تبریک به شما و تمام زنان جهان، یاد دارم شما از اولین کسانی بودید که حقوق زن را بر شما دید و زن در شاهنامه را به تعلیف در آوردید. در رابطه با این روز اگر پیامی به زنان میهنمون دارید بفرمید. 8 مارس که تاریخ الان زیاد راجع به این که آغاز این روز چه بوده سخن زیاده، اما سازمان ملل این روز رو معین کرد برای اینکه در سطح جهان به خاطر ارتقاء منزلت زن و برخورداری از حقوق او یک رشته فعالیت ها انجام بگیره. حالا در این جهانی که ما هستیم فراوان راهکارها پیشنهاد شده، همه بر مبنای این یا آن ترکیب از زور و ثروت و پول و علم و فن و اینکه بسیاری هم از فیلسوفان بلندپایه غرب گمان کردن که می شود ترکیبی را یافت که این دموکراتیک باشد، به ترتیبی که زن در جامعه منزلت برابر با مرد را پیدا کند و حقوق و امکانات مساوی بیابد. اما همکنون که با هم صحبت می کنیم با توجه به این که سرمایه داری جهانی بعد از این که یک رشته یک چند از ایدئولوژی ها رو صرف توجیه خیش کرد و از اعتبار انداخت، اینک خیلی صریح و روشن می گوید مرام او مرامیست که این راست افراطی در کشورهای غرب برام خود کردم و آشکارا منکر هر گونه حقوق برای انسان و طبیعتاً با برابری زن و مرد هم موافق نیستند. خب این تجربه که به اینجا رسیده کسانی را هم به این فکر انداخته که نه بدیل اون ترکیبی که مکنون ازش صحبت کردم این یا آن ترکیب نیست، بلکه ترکیب دیگریست. اون ترکیب ترکیبیست که شما زور رو از اون ترکیب خارج کنید جاش بذاری حق، اون وقت رابطه ها رو این ترکیب تنظیم میکنه. زن و مرد میتوانند از حقوق پنجگانه خیش یعنی حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ملی و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی برخوردار بشوند و مشکل حل میشوند. شما زنان ایران، بلکه خطاب من در ایمتون به زنان در سراسر جهان است، در این حقوق پنجگانه که اینک در اختیار شما و نیز مردان قرار گرفته است، زمینه است که در اون زمینه 39 نابرابری و تبعیض به زیان زنان برشمرده شدند. اونها که اهل تحقیقند و این زمینه را می خوانند و ممکن است بیابند نابرابری و تبعیضی که در این فهرست نیامده است برای شاد و مفتخر خواهم کرد هرگاه مرا از آن آگاه کنند تا این فهرست کاملتر می شود. در حال حاضر به گمان من کاملترین فهرست هاست. من با اینکه فرصت ما بسیار کم است اونها رو بدون توضیح می خوانم. یک، نابرابری در آفرینش، بنابراین در طبیعت و سرشت. نابرابری در حقوق ذاتی حیات. سه، نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را به معنای مجموعه توانا و همکاری و رشد ناممکن می کند. چهار، نابرابری در کارکرد مرد و زن. پنج، نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور. شش، بنابر نابرابری در خلقت و سرشت، محروم نگاه انگاشتن زن از کرامت. هفت، نابرابری در دوست داشتن، زن لایق دوست داشته شدن نیست و ولایت به زن نمی رسد. هشت، نابرابری در اغواگری و اغواپذیری. نه، نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با شوهر. ده، نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خیش. یازده، نابرابری در تصدی مدیریت ها. 12، نابرابری در تولد و رجحان نوزاد پسر در نوزاد دختر.
13 نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان، 14 نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار، 15 نابرابری در برخورداری از حاصل کار، 16 نابرابری در ارث و نابرابری های مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن و مرد به لحاظ بارداری و پرورش فرزندان، 17 نابرابری در ازدواج، 18 نابرابری در طلاق و انواع طلاق های کاهنده منزلت و کرامت زن، 19 نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم شدن زن به سه کار که سرپرست خانواده، کار برای تأمین معیشت و موقعیت مادون در روابط جنسی. 20 نابرابری از این نظر که زن یک همسر اختیار می کند اما مرد می تواند چند همسر بگزیند. در جامعه های مسلمان و همین نابرابری در جامعه های غیر مسلمان به شیوه دیگر. 21 نابرابری که اجبار زن است ولی عبور به طاعت از شوهر. 22 نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی از زن و بهره‌کشی جنسی از او. 23 نابرابری در شهوت‌گرایی. زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد می کشاند. این تصوری که تو ذهن است. 24 نابرابری از رهگذر ناقضیدی کردن زن به تن دادن به سرزنشت مرد حتی بعد از مرد. 25 نابرابری در آموزش و پرورش. 26 نابرابری در برآوردن نیازهای اولیه غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن و آموزش و پرورش. 27 نابرابری از منظر قربانی آزارهای جنسی بودن زن. 28 نابرابری در پوشش به لحاظ مجبور بودن زن به حجاب در جامعه های مسلمان و پوششی که او را جاذبه جنسی می کند در جامعه های دیگر. 29 نابرابری از منظر روابط قوای جنسی جامعه ها را گرفتار دیکتاتوری سکس می کند. 30 از امرهای واقع مستمر نیز یکی پیشکش کردن همسر است به قدرت مداران و انواع دیگری از استفاده زنان در روابط قوا بر زنان و نیز مردان فرض است که به حقوق خود را بشناسند و به این حقوق عمل کنند و با این نابرابری ها مبارزه کنند. از راه حقوق مند شدن، حقوق بند شدن یا نگهبان حقوق شدن و عمل به حقوق. امیدوارم که ما جامعه باشیم که بیام رهایی از استبداد واپسین پایگاه استبداد در کشور خیش که در آن رابطه ها را حقوق تنظیم می کنند. شاد و پیروز باشید.